اخراج اجباری پناهجویان مطمئناً همه‌تان را عصبانی کرده است، اما تلاش‌های امیدبخش در این مورد آغاز شده است که ممکن است جلو روند اخراج اجباری را بگیرد. تازه‌ترین تصمیم این است که توافقنامه امضا شده سال 2016 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت افغانستان بار دیگر تمدید نشود. بیشتر در گزارش از نور مهدی. اینجا هتل اسپینزر در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری افغانستان گواه خودکشی یک پناهجوی افغان بود، رویدادی که همه را شوکه ساخت. صبح سه‌شنبه 16 جولای سال 2018 میلادی جمال ناصر محمودی خودش را در یکی از اتاقهای این هتل حلق‌آویز کرد. او جز 69 پناهجوی بود که در آن ماه از آلمان به جبر اخراج شده بودند. جمال 8 سال را در هامبورگ سپری کرده بود و هنوز دلیل اخراجش مشخص نشده بود. این شاید تکان دهنده ترین پیامد توافقنامه راه مشترک به جلو بود که در سال 2016 میلادی میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا در حاشیه نشست بروکسل امضا شد. نظر من در مورد جوینت وی فوارد و یا برگشت اجباری مهاجرین به افغانستان طبق قراردادی که صورت گرفته، من این واقعا نهایت ظالمانه میدانم در حق پناهجویان، در حق خانواده های از اینا و حتی در حق اساتید و کسانی که برای اینا زحمت کشیدن در کشورهای اروپایی و اینا را آماده ساختن. اما این رویداد تکان دهنده هم نتوانست جلو اخراج بی‌رویه پناهجویان از اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را بگیرد. هرچند این رویداد بحث های را در اتحادیه اروپا و پارلمان آلمان نیز به همراه داشت، اما روند اخراج پناهجویان همچنان ادامه پیدا کرد. دولت افغانستان هم که سالانه مبلغ هنگفتی از بابت امضای این توافقنامه به دست می آورد، حتی به مرگ این پناهجو هم اعتراض نکرد. دایې وشتمه ای بد اثرم لري، یو څوک چې راځي او د دې نبی ته ډیپورت کیږي، دا د افغانستان کلتور د اروپا سره فرق کوي. ا خلکو ته هلته پیغور ورکوي، هلته تانی ورکوي چې تا اتمن هلته کوم جرم کړی دی چې ته بېته راشړلې. حال که می یاد این توافقنامه به پایان رسیده، نهادها و انجمنهای فعال حقوق پناهجویان در اروپا نگرانند که مبادا این توافقنامه با عین محتوا بار دیگر تمدید شود. آنها در یک اعلامیه طولانی با پیشنهادهای مشخص نگرانیشان را از این موضوع ابراز کرده و از اتحادیه اروپا خواستند تا در سیاستهای مهاجرتیش در این مورد بازنگری کند. در یک بیانیه مشترک نهاد شورای اروپا با بیش از 40 ارگان دیگر پیشنهادات یا توصیه‌هایی به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو داشتیم. از جمله پیشنهادات ما این بود که با مد نظر داشت شرایط کنونی افغانستان و چالش هایی که اخراجی ها یا عودت شده اینده ها با او مواجه هستند، اخراج ها باید متوقف بشود. از جمله گروه های آسیب پذیر و اشخاصی که بیرون از افغانستان تولد یا بزرگ شده هند باید به افغانستان اخراج نشوند. در اعلامیه این نهادها گفته شده است که اتحادیه اروپا باید در مسئله مهاجرت بالاتر از بحث اخراج فکر کند و کمکهایش را بیشتر بر عوامل و ریشه های این پدیده متمرکز سازد. ما شاهد هستیم که مهاجرت های غیر قانونی عواقب خیلی زیانبار در پی داشتند. از این رو باید گزینه‌های دیگر برای مهاجرت روی دست گرفته شود. ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که در عرصه مهاجرت‌های قانونی بیشتر توجه و سرمایه‌گذاری کند و از هر نوع کمک مالی به دولت افغانستان که اخراج اجباری پناهجویان شدت و افزایش می‌دهد خودداری کند. افغانستان امن نیست و خشونت‌ها روزانه در کنار فقر و اعتیاد از مردم قربانی می‌گیرد. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این کشور بیشتر از هر زمان دیگر در نیمه دوم سال 2020 میلادی ناامن شده است. چنانچه نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به تاریخ 19 سپتامبر در صفحه توییترش نوشت: میزان خشونت‌ها در افغانستان در 5 هفته اخیر بالاتر از 5 سال گذشته بوده است. هنوز هیچ آمار مشخص و کلی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از سراسر اروپا پس از امضای این توافقنامه در دسترس نیست.
اما آلمان از سال 2016 میلادی به این طرف در مجموع 720 پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرده است. حال پناهجویان و نهادهای مدافع حقوق آنان انتظار دارند تا اتحادیه اروپا بر مبنای واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان تصمیم بگیرد و روند اخراج اجباری را متوقف سازد.